بسم الله الرحمن الرحیم. تو این دولت تلاش شد که همه بازارچه‌های مرزی فعال بشه. ما تقریبا بازارچه‌های مرزی غالبا فعال هستن. یک موردش هست که گاهی با دلایلی بسته میشه و باز میشه به دلیل مسائلی که در افغانستان هست، کوهک، ولی اون هم باز شده، مشکلی نداره. گاهی بسته میشه، گاهی باز میشه. ما همه بازارچه‌های مرزی الان فعال هست. بعضی از اینها متناسب با خواست کشور مقابل گاهی دچار محدودیت هایی هست. ما به دنبال اون هستیم که اونهایی هم که کشورهای مقابل ما به هر حال یا موافق نیستند یا زمینه های مناسبی رو برای این کار ندارند باشون گفتگو کنیم و اونها رو میتونیم همه رو فعال کنیم. اما در رابطه با اون چه که امروز به نام کولبران شناخته میشه و گفته میشه، یک آینامه خوب و مفصلی تهیه شده با کمک وزارتخانه‌های زیرب و دوستان دستن در کار. اون در دولت بحث شده، طرح شده. یکی دو تا مجوز احتیاج داشتن که این مجوزاش رو باید بر اساس قوانین موجود یه مقدار محدودیت توش بود که اون هم انشاءالله به ترتیبی که مجاز هست به دنبال اخذ مجوز راجب اون یکی دو محدودیت هستن که اینها بتونن این را انجام بدن. و بحث ساماندهی عزیزانی که تجارت مرزی به شکل خرد انجام میدن که حالا به نام کولبران شناخته شدن، ما در این قالب انشاءالله سامان بدیم در قالب تجارت خرد مرزی و با یه سامانهای هوشمندی همه این عزیزان رو شناسایی کنیم، بر اونها کارت صادر بشه، اونها بتونن در یک سقف مشخصی کالا ببرن و یا بیارن و در اون سقف که طبیعتاً اون نوع کالاها رو وزارت صنعت مشخص میکنه که آثار سویی بر تولیدات داخلی نداشته باشه، هم از آنچه که معروف است به تهلنجی که در سواحل جنوبی اتفاق میفته و آنچه که معروف است به کولبری که البته همه اینا رو ما در قالب تجارت خرد مرزی انشاءالله به دنبال ساماندهش است. در مورد لایحه جامعه، خب یک لایحه دولت قبل فرستاده مجلس، یک طرح هم در مجلس مطرح بوده. ما بررسی کردیم اون لایحه احتیاج به یک نقاط تکمیلی داره، اونی که قبلا در دولت قبل رفته و مبنای ما هم سیاست‌های کلی انتخابات هست که باید این لایحه منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات باشه. البته خب این لایحه انتخابات هر سه نوع انتخابات رو در بر می‌گیره، هم انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات مجلس، هم انتخابات شوراها، انتخابات خبرگان. بعد با توجه به که قانون اساسی اون رو به عهده خود خبرگان گذاشته، خیلی تو این لایحه ممکنه پررنگ نباشه. در بحث درگیری های مرزی تا حالا ما 5-6 مورد درگیری های مرزی، یعنی تیراندازی های مرزی در واقع داشتیم از سوی مرزبانان طالبان. اینها هم به دلیل این هست که مرزبانان طالبان که در مرز هستند یه مقداری به مسائل مرزی توجیه نیستن و در جریان نیستن. ما البته هر 5-6 مورد با تماس با مرکزیت این جریان در کابل حل و فصل شده و به جای جدی نرسیده. ما هم مرتبا یادآوری میکنیم و توصیه میکنیم که این مسائل مسائل حقوقی است. اگر هر کسی تو مسائل مرزی ابهامی داشته باشه، روشش معلومه، میشینن با مرزبانان با همدیگه صحبت میکنن، گفتگو میکنن، اگر لازم بود تو سطوح بالاتر مقامات سیاسی با هم گفتگو میکنن. اینها رو داریم به مقامات طالبانی که در کابل هستن منتقل شده. در مرزها هم تلاشمون بر این است که این حساسیت اضافی درست نشه و به مرزبانان طالبان بارها این موضوع یادآوری شده. امیدواریم که این موارد پیش نیاد. اخیرا شما صحبتی داشتید خطاب به جناح سیاسی که خواستید مرز خودشون رو با جریان فتنه مشخص کنن. می‌خواستم ببینم که این صحبت شما حالت توصیه داره یا یک در واقع تکلیفیه برای جریان‌های سیاسی،
سوال دوم هم در مورد همین درگیری های مرزی هستش. تو مرز زهک چون درگیری زیاد هستش، آیا برنامه وجود داره که مرز رو حالا با یک وسیله، حالا با چه سیم خاردار چه چیز دیگه مشخص کنیم که حالا اون فاصله دیوار تا نقطه صفر مرزی مشخص بشه؟ بله، در سال اول که خب به هر حال این موضوع جدیه که گروه های سیاسی که میخوان قانونی کار کنن و قانونی هم هستن و مجوز دارن از وزارت کشور، به هر حال باید در چارچوب هایی که اساسنامه‌شون بر اون تاکید داره عمل کنن و در اون اساسنامه ها خب حفظ التزام به ارزش های نظام و ارزش های جمهوری اسلامی خب مسئله مهمی است. خب بعضی هستند افرادی که این ارزش ها رو ولو اندک اینها رو رعایت نمی کنن. طبیعی است که گروه های سیاسی که میخوان و اینجوری هست که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی حرکت میکنن، باید در این مواردی که پیش میاد نسبت به این موضوعات موازنشون رو روشن کنن، موضوعاتشون رو روشن کنن تا معلوم بشه که اونها بنابر این دارن که در چارچوب نظام عمل کنن. البته غالب گروه‌های سیاسی اینجور هستند، اما به هر حال کسانی که در واقع حالا یا ناآگاهانه یا خط گرفته از بیگانه اظهاراتی میکنن که بازی در میدان دشمن هست، بازی در میدان رژیم صهیونیستی و امریکا و دشمنان این مرز و بوم هست، باید مراقبت کنن که با اونها همراهی ولو با سکوت در مقابل بعضی از این حرکات نباید داشته باشه. موضوع انسداد مرزی موضوعی است که در دستور کار هست. ستاد کل نیروهای مسلح الان موظف شده که طرح انسداد کامل مرز رو تهیه بکنن و طبیعتاً بعضی از ابهاماتی که ممکنه در لبه مرز وجود داشته باشه و البته ابهامی از نظر ما وجود نداره، ولی بعضی از جاهایی که فنس کشیده شده یه مقدار با نقطه مرزی یا دیوار کشیده شده با نقطه مرزی تفاوت داره، طرف مقابل فکر میکنه چون دیوار یه مقداری با مرز فاصله داره دیوار مرزه. البته ما بهشون گفته شده، توجیه شدن همه جا لازم نیست دیوار یا اون فنس مرزی روی نقطه مرز باشه و لذا این اشتباه ها اشتباه قابل قبولی نیست، ولی معاذ اگر لازم باشه تون برنامه انسداد مرز اینها هم مد نظر مجدد قرار خواهد گرفت. خب البته تجمعات صنفی که در کشور انجام شده به هر حال میان صنوف مختلف خواستاشون میگن، بیانات خودشون میگن، البته اینا طبیعتاً باید با اخذ مجوز باشه. ما مادامی که با خواستهای طبیعی صنوف مواجه هستیم مشکلی نیست، ولی مشکل اونجاست که یه عده‌ای میخوان موج سواری کنن و سوء استفاده کنن از این تجمعات و خواستهای خودشون رو که اعداد اندکی چند نفری مثلا برن در یک صفحه یک مجموعی از صنف‌های یا صنوفی که خواستهایی دارن و سعی کنن جهت اون خواسته رو تغییر بدن که البته اعداد عناصر کمی هستن، ولی بالاخره این تلاش رو بعضن میکنن. حالا اینکه این تجمعات گاهن موجب کندی عبور و مرور میشه برای مردم یه دیگه دردسر درست میکنه، این حرف کاملا درسته. به همین دلیل هم این منطقی است که در جایی این خواسته ها بیان بشه بعد از اخذ مجوز که در اونجاها مردم دیگری که به هر حال کارهای روزانه‌ای دارن درگیر این مشکلات نباشن. ما البته هنوز به این مسئله خیلی ورود جدی نکردیم، ولی امر منطقی است که باید بهش بپردازیم و انشاءالله دنبال خواهیم کرد که ببینیم با چه شرایطی شدنی است. طبیعتاً دشمنان ما که تلاش میکنن که از هر در زمینه‌های مختلف مزاحمت ایجاد بکنن و در این ایام هم به هر حال برنامه‌هایی را داشتن، اما با تسلط و اشراف بسیار خوب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما
این کار کاملا باش برخورد شد و جلوی بروز هر گونه حادثه ای گرفته شد. البته این بار اول نیست، حالا خیلی وقتا اونها تلاش میکنن که در داخل کشور مزاحمت ایجاد بکنن، مزاحمت امنیتی ایجاد بکنن و توطئه بکنن دیگه. این توطئه هم عمدتا با هدایت کشورهای غربی و گروهک های ضد انقلاب از مردم بریده هستند که حتی به ارزش هایی که عموم مردم ایران، مثلا در محرم به هر حال شرایطی است که عموم مردم ایران عزادارن در اون شرکت میکنن، خب اونا به این چیزا توجه ندارن چون ربطی به مردم ندارن، از مردم بریدن. بله حوادثی بوده و دستگاه های اطلاعاتی به حمدالله با تسلط بسیار ارزشمندشون با اینها برخورد کردن و اینها رو بازداشت کردن. بله. سال بسیار پر تلاش رو از سوی استاندارانمون داشتیم. گاهی استاندارا تا ساعت 2:30 مشغول کار بودن و گاهی در تماس هایی که با اینها داشتیم در بعضی از موارد حتی در خصوص بحث بحران ها که پیش بیاد تا چند شب استانداران ما حتی خواب نداشتن. به حمدالله یک چهره بسیار پرتلاشی و خوبی رو از خودشون در صحنه نشون دادن. وقتی که ارزش های یک کشور مورد حمله واقع میشه، خب به هر حال گروه های سیاسی ما باید از این ارزش ها دفاع کنن. یک شخصیت بزرگی یا شخصیت های بزرگی، یک موضوع بزرگی که به عنوان امروز مدافعان حرم مطرح هست و این در بین همه مردم ما طرفدار این هستن. شما آنچه رو که در تشییع پیکر مبارک شهید بزرگوار شهید سلیمانی دیدیم، یعنی یه خواست عمومی ملی. خب مدافعان حرم همه زیر پرچم و زیر علم شهید سلیمانی عزیز کار میکردن. خب وقتی چنین ارزشی توسط کسی که به هر حال برای کشور مشکلات متعدد رو ایجاد کرده اظهار میشه، انتظار طبیعی است که خب باید همه کسانی که تو صحنه سیاسی فعالن بیان موضع گیری کنن، مشخص کنن لااقل موضع خودشون رو با اون. بله ما درخواست های مختلفی از جاهای مختلف داریم، هم در برای استان شدن، هم برای شهرستان شدن، هم برای بخش شدن. اینا جز کارهای روزانه وزارت کشور هست که این درخواست ها میاد مورد ارجابی های کارشناسانه قرار میگیره. در مورد کرمان هم طبیعتاً یکی از جاهایی بود که درخواست های زیاد و مطالبات زیادی از مردم وجود داشته و از نخبگان سیاسی و نخبگان اجتماعی و طبیعتاً این هم جز دستور کارهای ما بوده و هست که این رو دنبال کنیم. این درخواست ها در مسیر بررسیش.